چهارشنبه دو هفته پیش بعد از یورش طرفداران ترامپ به کاخ کنگره یادداشتی روی میز مایک پنس گذاشته شده بود با این عنوان: دیر یا زود زمان اجرای عدالت فرا میرسه. یادداشتی که به نظر خیلی ها تهدیدی به قتل بود. ترامپ پنس رو به خاطر باطل نکردن نتیجه انتخابات ترسو خطاب کرده بود. گفته میشه نویسنده یادداشت این چهره بوده: جک انجلی، معروف به کیو انان شامن، با بدن برهنه پر از تتو و کلاه پشمی شاخدار و یکی از طرفداران جنبش کیو انانان. کیو انانان از گروه های راست افراطی آمریکان. اعتقاد دارند ترامپ اومده تا با شیطان پرستی آدمخوارانی که در رده های بالای رسانه ها و دولت آمریکا حضور دارند مبارزه کنه، و حتی اعتقاد دارند هیلاری کلینتون باید اعدام بشه، یا مثلا خیلی از سیاستمداران و حتی بازیگران هالیوود رو متهم کردند که در حلقه قاچاق کودکان دست دارند، ادعاهایی که سندی برای اثباتشون وجود نداره. محققان علوم اجتماعی از اصطلاح راست افراطی برای خطاب به گروه های محافظه‌کار افراطی و مخالف لیبرالیسم، مارکسیسم و حتی فمینیسم ازش استفاده میکنن، گروهی که عقایدشون سنتیه و بر پایه ملی‌گرایی افراطی و اقتدارگرایی بنا شده. مثلا برتری خواهی نژاد سفید، ضدیت با همجنسگراها و یهودی ستیزی از دل این عقاید بیرون میاد. Klansmen, behold the fiery cross, still brilliant. All the troubled history failed to quench its hallowed flame. چند تا از گروه‌های معروف راست افراطی توی آمریکا اینان: کوکلاکس کلن‌ها یا KKK که با کلاه‌های مثلثی و لباس‌های بلندشون شهرت دارن، ضدیت اصلیشون با آمریکایی‌های آفریقایی تباره. پراد بویز یا پسران سربلند، یک گروه نئوفاشیسته که معمولاً تیشرت سیاه و زرد می‌پوشن با کلاهی که روش نوشته ما آمریکا رو دوباره سربلند می‌کنیم. این گروه توی حمله به ساختمان کنگره هم بودن، به شدت با مهاجران مشکل دارن. جالبه که سردسته‌شون البته یک کوبایی آمریکاییه. آوتکیپرز یا حافظان سوگن، یه گروه مسلحه که میشه از لباسای نظامی و مسلسل دستشون توی راهپیمایی ها تشخیصشون داد. البته گروه های راست افراطی به این سه چهار مورد ختم نمیشن. آیا شما حاضرید گروه های راست افراطی رو محکوم کنید؟ با رضایت این کار رو میکنم، اما باید بگم تقریبا همه خشونت ها از گروه های چپ و نه راست. بگید پس. میگم چه کسی؟ یه اسم به من بدید. Proud Boys. عقب بنشینید و آماده باشید. برخلاف تصور معمول، آمار نشون میده قربانیان خشونت گروه‌های راست افراطی از قربانیان گروه‌های چپ و اسلامیون افراطی در آمریکا بیشتر بودند، و قدرت گرفتن راست افراطی همونقدر جدیه که تهدید اسلام افراطی. این جدول نشون میده که از سال 2010 تا همین پارسال 95 نفر در عملیات اسلامگراهای افراطی کشته شدند، در مقابل 117 نفر به دست گروه‌های راست افراطی، یعنی 21 نفر بیشتر. البته این لزوماً به معنای این نیست که راست افراطی خشن‌تره، بلکه بیشتر نشون دهنده اینه که در سیاست‌گذاری‌ها توجه کمتری بهش شده. و همونطور که اینجا میشه دید، بیشتر حملات راستای رادیکال با استفاده از اسلحه گرم و بمب‌های آتش‌زا بوده. هدف 31% حملات شخصیت‌ها و مؤسسات مذهبی بودند. حمله دیلن روف به کلیسای سیاه‌پوستان رو باید توی این دسته طبقه بندی کرد. هرچند اغلب این حملات به یهودی‌ها و مسلمان‌ها انجام گرفته، اما قبل از اینکه علت صعود راست افراطی رو بگیم، باید بپرسیم آیا اصلاً کسی به این گروه‌ها اهمیت میده یا نه. بذارید سوالمون رو روی کیوانان امتحان کنیم که ترامپی‌ها توییت‌هاشون رو روتوییت کرده بودن. این نمودار نشون میده که تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها در مورد این گروه خوندن و از عقایدشون کم و بیش اطلاع دارن، و البته توی 6 ماه این تعداد دو برابر شده. 1/5 از اونها نسبت به این گروه نظر مثبت داشتن. 41% از کسانی که طرفدار یا متمایل به سیاست‌های جمهوری خواه هستند گفتند که حضور این گروه خوب هم هست. باید گفت که این جنبش‌های راست افراطی که اخیراً پا گرفتن یک واکنش هم هستند. عده‌ای که اعتقاد دارن ارزش‌های غربی به دست مهاجران، مسلمانان و گاهی نخبگان در قدرت در حال از بین رفتن، و صدای سازندگان اصیل این ارزش‌ها اتفاقاً به اسم دموکراسی خفه شده. دیدگاه‌هایی که البته به افراط کشیده شده. شاید بشه چند عامل رو در گسترش جریان راست افراطی برشمرد. اول، فضای مجازی و اینترنت که ابزاری برای گسترش عقاید این گروه‌هاست، الگویی که اتفاقاً داعش هم برای یارگیری و انتشار عقایدش ازش
استفاده کرده. دوم، ارتباطاتی که این گروه‌ها با هم دارن و الهامی که از هم می‌گیرن یا اتحادی که حول این گفتمان‌های نژادپرستانه و اقتدارطلبانه شکل می‌گیره. مثلا اعضای گروه راست افراطی رام که مرکزشون در جنوب کالیفرنیا است به آلمان و ایتالیا سفر کردن تا تولد هیتلر رو جشن بگیرن. از عوامل دیگه میشه به حادثه 11 سپتامبر، اسلام افراطی، مهاجرت لاتین تبارها به آمریکا و شخص اوباما اشاره کرد که به خاطر سیاه بودنش باعث سازماندهی بیشتر برخی از گروه‌های راست افراطی شد. و بالاخره البته انتخاب ترامپ که برخی شعارها و حرفاش به این گفتمان‌ها نزدیکه و معمولاً در سخنرانی‌هاش نه تنها این گروه‌ها رو مستقیماً محکوم نکرده، بلکه گاهی هیزم هم در آتش تعصبشون ریخته. جریان راست افراطی نه تنها در آمریکا بلکه تقریبا در سراسر دنیا قدرت گرفته، از هند و لهستان تا آلمان و هلند و از برزیل تا آمریکای شمالی. جریانی که برخی بهش فاشیسم جدید میگن، نیرویی که از میل درونی مردم علیه خود مردم استفاده میکنه.